هیچ انسانی به خاطر اندک منافع اقتصادی جان خود را به خطر نمی اندازد. چه رسد به افرادی تحصیل کرده و مسئول مانند کادر درمان که در ایران تحت حاکمیت آخوندها شرایط بسیار سختی را سپری می کنند. زندگی برای کادر درمان در ایران به تحمل رنج و سختی کار و غم جانکاه دیدن پرپر شدن هموطنان تبدیل شده است و در مقابل قدردانی حکومت آخوندی از آنها این چنین است. عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت پرستاران در 18 ماه گذشته بدون استراحت و مرخصی شبانه روز در خدمت بیماران کرونا بودند. سختی کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده مرگ بیماران و کمبود نیرو آنان را خسته کرده است و به شدت به مرخصی و استراحت نیاز دارند. حقوق یک پرستار در ایران چقدر است؟ 4,800,000 تومان، یعنی 2,057 دلار در سال. حقوق سالانه یک پرستار در کشور امارات 22,154 دلار است. در اتحادیه اروپا حقوق سالانه پرستار بیش از 50,000 دلار است و در لوکزامبورگ این حقوق از 60,000 دلار تا 125,000 دلار است. اما این تنها بخشی از مشکل پرستاران است. پرستاران در ایران با حقوق 1/10 تا 1/50 پرستاران جهان باید چند برابر همکارانشان در سایر نقاط جهان کار کنند. استاندارد نسبت پرستار به جمعیت 9 تا 10 پرستار برای هر 1,000 نفر است. آمار پرستاران در ایران حدود 110,000 نفر است. جامعه 80 چند میلیونی ایران باید حداقل 800,000 پرستار داشته باشد. این واقعیتی است که رسانه‌های حکومتی هم مجبورند به بخشی از آن اعتراف کنند. سایت حکومتی میزان با افزایش غیرواقعی تعداد پرستاران باز هم مجبور به چنین اعترافی شده و نوشت تعداد پرستاران 1/4 نیاز کشور است. حقوق بسیار کم، حداقل 2 برابر زیر خط فقر، دغدغه‌های معیشت و سختی کار چند برابر استاندارد برای پرستاران چنین نتایج فاجعه باری را به دنبال دارد. سایت حکومتی شرق از مرگ 16 پرستار به دلیل فشار کاری زیاد خبر داد. پرستارانی همچون سعید آلیان 24 ساله از لارستان، سعید سلیمانی از تهران، مریم سادات رشیدینیا از رشت و دیگر پرستارانی که بر اثر خستگی ناشی از فشار کار جان باختند. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت کمبود کادر تزریق مرگ به پرستاران. چنین فشار و سختی پرستاران را مجبور به جلای وطن می کند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری رژیم گفت آمار مهاجرت پرستاران ایرانی افزایش یافته است. همه کشورهای دنیا در به در دنبال پرستاران ایرانی هستند. پرستاران از مسئولین احساس دلسردی و ناامیدی می‌کنند. کادر درمان خسته و ناتوان از تأمین نیازهای بیماران شده است. دارو و درمان حتی سرم با کمبود مواجه است. ورود واکسن ممنوع شده. کادر درمان اینگونه با بذل جانشان از مردم ایران در برابر ویروس کرونا و ویروس ولایت دفاع می‌کنند. به واقع پرستاران فرشتگان سفید پوش مردم ایران هستند و قطعاً در آینده ای نزدیک هنگامی که حکومت مردمی زمام امور را در دست می‌گیرد، معیشتی در شأن پرستاران حداقل امکانی است که برای آنها تأمین خواهد شد.